درود بر شما که از تهران تا واشنگتن به تماشای افق نشستید. سیامک دهخانپور هستم. در پنجشنبه 27 مهر 18 اکتبر در میانه تهدید و تحریم نگاهی داریم به کارزار به خاطر صلح و آزادی در ایران. یک ماه پیش 9 نفر همه در داخل ایران طی فراخوانی با عنوان به خاطر صلح و آزادی نوشتند: هموطنان، مردم صلح دوست ایران، بار دیگر سایه سنگین جنگ بر سرمان افتاده، جنگی بسیار زیانبارتر و مخوفتر از جنگ 8 ساله. ما که هنوز زخم‌های ناشی از آن جنگ را بر جسم و جان داریم، ما که هنوز خسارت‌های مادی و معنوی آن جنگ را بر دوش می‌کشیم، ما که در آن جنگ صدها هزار کشته و مجروح و میلیون‌ها آواره، صدها شهر و روستای تخریب شده و به روایتی 1000 میلیارد دلار خسارت مادی و 10 برابر خسارت معنوی تحمل کردیم، ما که امروز در جای جای میهن عزیزمان با فقر و فساد و فحشا و اعتیاد و دزدی و فاصله طبقاتی که همه از آثار آن جنگ است دست و پنجه نرم میکنیم، وقتی این روزها دوباره صدای طبل جنگ به گوشهایمان میرسد بر خود میلرزیم. میخواهیم و باید به هر قیمتی افریت هستیخوار جنگ را از کشورمان برانیم. ما صلح و دوستی می‌خواهیم، نه جنگ و خشونت. ما جنگ را نه نعمت که نقمت می‌دانیم. ما می‌خواهیم با برپایی کارزار به خاطر صلح و آزادی و ابراز نفرت از خشونت و کشتار به حاکمان کشورمان بگوییم اعمال تشنج‌زا و خشونت آفرین بس است. اعمالی که منجر به تحریم‌های کمرشکن علیه ملت ما گردیده و بهانه‌ای برای تصویب 3 قطعنامه علیه مردم ما شده تا هر بار فشار بیشتری را بر ما تحمیل کنند. ما از حاکمان ایران می‌خواهیم هر نوع بهانه‌ای برای جنگ و فشار و تحریم اقتصادی را متوقف و خنثا کنند تا جنگ افروزان ناامید شوند. ما می‌خواهیم به جهانیان بگوییم که صلح و آزادی و حقوق بشر حق مسلم ماست. هموطن، با شرکت در این فراخوان کشورمان را از یک فاجعه جبران ناپذیر نجات دهیم. فراخوان دهندگان اولیه این متنی که خوانده شد: بابک احمدی، مهلقا اردلان، علیرضا جباری، احمد صدر حاج سید جوادی، پیمان عارف، محمد علی عمویی، اسماعیل مفتیزاده، محمد ملکی و محمد نوریزاد بودند. این کمپین نک در صفحه فیسبوک خود نزدیک به 2000 عضو داره، 1850-60 عضو داره. از شما پرسیدیم برای تحقق 2 هدف کمپین به خاطر صلح و آزادی، پرهیز از جنگ و کاهش تحریم ها، چه میتوان کرد؟ همونطور که میبینید کاربران فیسبوک افق گزینه وادار کردن جمهوری اسلامی به توقف برنامه هسته‌ایش رو انتخاب کردن. گزینه های دیگه وادار کردن دولت های خارجی به کاهش تحریم هاست و وادار کردن جمهوری اسلامی به پرهیز از تهدید و لفاظی. به فیسبوک افق برید و در این نظرسنجی و بحث امروز شرکت کنید. نگاهی بیاندازیم در 7 پرده به کمپین به خاطر صلح و آزادی. تشکیل کمپین به خاطر صلح و آزادی در ایران توسط 9 نفر از فعالان از جمله محمد ملکی، احمد صدر حاج سید جوادی، محمد نوریزاد، پیمان عارف، بابک احمدی و مهلقا اردلان. علیرضا افشاری: سازمان دهندگان کمپین به خاطر صلح و آزادی به درستی جهت اصلی فشار برای جلوگیری از جنگ را به سمت حاکمیت متمرکز کرده اند تا با پایان دادن به ماجراجویی هسته‌ای و ستیزه‌جویی خارجی بهانه را از دست جنگ طلبان بگیرند. محمد ملکی: حکومت نباید بهانه‌ای برای تحریم و جنگ درست کند. در طول این 2 هفته که از فراخوان کمپین به خاطر صلح و آزادی گذشته، شرایط مشکل‌تر و خطرناک‌تر هم شده است. ما می‌خواهیم مردم ایران بر این فراخوان تأکید کنند و مطالبه آن را از حاکمیت بخواهند.
تحریم رو مرتبط کردن به مسئله انرژی هسته‌ای، دروغ میگن. اون روزی که اینا تحریم ها رو برقرار کردن، انرژی هسته‌ای در کشور نبود، صحبتش هم نبود. رسانه های ایران. هواپیمایی ملی ایران هما هوشنگ شهبازی را که کمپینی برای لغو تحریم صنعت هوایی ایران به راه انداخته بود خانه نشین کرد. خلبان شهبازی توانسته بود یک هواپیمای مسافربری بوئینگ را با وجود باز نشدن چرخ جلو سالم فرود آورد. فاطمه هاشمی رئیس بنیاد امور بیماری های خاص به خاطر تحریم ها تهیه دارو برای بیماران خاص با مشکل مواجه شده است. جان بیماران به خاطر تحریم ها در خطر است. عضویت بیش از 1800 نفر در صفحه فیسبوک کمپین به خاطر صلح و آزادی. ده ها تن از فعالان سیاسی و اجتماعی داخل و خارج ایران به این کمپین پیوستند. خب مهمانان امشب افق آقای دکتر محمد ملکی، فعال حقوق بشر، نویسنده و نخستین رئیس دانشگاه تهران بعد از انقلاب، آقای محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار، فیلمساز و مستندساز از تهران، آقای مجتبی واحدی، روزنامه‌نگار در استدیوی صدای آمریکا، و همچنین پیمان عارف، فعال دانشجوی، روزنامه‌نگار و عضو جبهه ملی ایران از تهران. همه شما رو درود میگیم و به افق خوش آمدید. ابتدا خواستم با پیمان عارف صحبت بکنم. آقای عارف، ما توضیح بده ابتدا که این کمپین دقیقاً چگونه آغاز شد و الان شرایطش از جهت آنلاین و اون فعالیتایی که در فیسبوک داره رخ میده چه هست. من جایی دیدم که آماری داده بودین که چه درصد از این افرادی که تا الان پیوستن در داخل ایران هستن. جزئیات از خودت بشنویم. تمام کام بازه. سلام و ادب خدمت بینندگان شما و دوستانی که در استودیو حضور دارن و یا روی خط هستن. من فکر می‌کنم قبل از هر چیز ما باید بدونیم که منطق موقعیتی که در اون موقعیت در واقع این کمپین اعلام وجود کرد چگونه منطقی است. در واقع این کمپین در برابر کرسمان گذار به دموکراسی در ایران و در موقعیت گفتمانی که میتونم براتون توضیح بدم و با پاسخی به این پرسمان خودش رو نشون داده که در واقع در برابر پرسمان گذار به دموکراسی ما الان سه تا پاسخ مشخص و مبرهن رو داریم. یک پاسخ، پاسخیست که از جانب طیف محافظه‌کار و در واقع راست اپوزیسیون داده میشه، گفتمانیست محافظه‌کارانه که در واقع با بدبینی نسبت به انسان ایرانی توهم هست و معتقد هست که گذار به دموکراسی در ایران به صورت درونزا و به دست شهروند ایرانی اتفاق نمیفته. گفتمان دوم که این کمپین از دل این گفتمان در آمده، در واقع مبتنی است بر این روی کرد و این منطق گفتمانی که انسان ایرانی به صورت خودبسنده میتواند که سامان سیاسی خودش رو در واقع تنظیم بکنه و گذار به دموکراسی در ایران به دست انسان ایرانی اتفاق بیفته، بیان که خشونتی ورزیده بشه و در واقع با اجتناب و اتکا به مبارزات به دور از خشونت. و در واقع پاسخ سوم که پاسخیست مبتنی بر گفتمان انقلابهای کلاسیک و گفتمان چپ، پاسخیست که در واقع دموکراسی و گذار به دموکراسی رو از راه خشونت مقدسی ارزیابی میکنه که در واقع این خشونت رو تا ورزیده نشود این گذار هم صورت نخواهد گرفت. لذا نسبت صلح طلبی و دموکراسی خواهی در گفتمان دوم خودش رو نشون میده.
در این گفتمان در واقع صلح طلبی روی دیگر دموکراسی خواهی هم هست و تا زمانی که ما نتوانیم که به صلح دست پیدا بکنیم در حوزه سیاست خارجی، به دموکراسی هم در حوزه سیاست داخلی نمیتوانیم که دست پیدا بکنیم. اون چه هم که در این یک ماه اتفاق افتاده، همونطوری که در واقع در صحبت همکار شما هم بود، عضویت یه چیز حدود 2000 نفر و اعلام حمایت یه چیز حدود 2000 نفر از این کمپین بود، از در واقع افراد مختلف، شهروندان، فعالان سیاسی و مدنی در داخل و خارج از کشور روی صفحه فیسبوک آقای عارف. نکته که به عذرخواهی صحبتتون رو قطع میکنم، در همین که گفتید در داخل و خارج کشور در واقع این افراد عضو شدن، ابتدا این 9 نفری که مشخص کردیم تمام 9 نفر در داخل ایران هستن و مطلبی رو به تازگی روی فیسبوکتون همین گذاشتید، ما رو در واقع چند روز پیش هست احتمالاً، که تقسیم بندی که خود فیسبوک داده، تعداد افرادی که در داخل کشور هستند در میان همین نزدیک به 1800-2000 نفری که ازش صحبت کردید، چقدر به نظر شما اهمیت داره این رقمی که دادید؟ 58% از افرادی که به این کمپین پیوستن اینها در داخل ایران هستند. بله، این نکته بسیار نکته مهمی هست. ببینید، فشار جنگ و تحریم عمدتاً بر روی شانه های شهروندان داخل کشور هست، یعنی در واقع شهروندان داخل کشور، ایرانیان داخل کشور با این مسئله به صورت ملموس‌تری مواجهه دارند و لذا مسئله با این مسئله ملموس‌تر به نحو جدی‌تری هم برخورد می‌کنند. من خاطر شما همونطور که فرمودید، ببینید که عمده کسانی که با این کمپین مواجهه جدی تری رو داشتن کسانی هستن که در داخل کشور سکونت دارن. خب آقای عارف، اگر براتون امکان داشت که در ادامه برنامه با ما باشید خوشحال میشیم، اگر نشد ازتون سپاسگزاریم برای همین حضوری که داشتید. صحبت رو با آقای دکتر ملکی دنبال میکنیم. آقای دکتر ملکی بفرمایید، من سوال اولی که دارم اینه که این بحث مهمی که مطرح شد، این که این کمپین در درون ایران شکل گرفت، این 9 نفری که یکیشون شما هستی، توضیح بدید که چطوری این ایده ابتدا شکل گرفت و چطور شما این 9 نفر در کنار هم جمع شدن، با توجه به اینکه افرادی هستن که ظاهرا پیشینه های سیاسی بسیار متفاوتی دارن. با سلام به دوستانی که در استودیو هستند و همه بینندگان و شنوندگان، من باید یه توضیح بدم در مورد اینکه چرا ما به این فکر افتادیم که در هر حال کمپینی درست بکنیم به خاطر صلح و آزادی. من لازم یه توضیح بدم در مورد اون چیزی که در اندیشه من بوده همیشه، در که در مورد جنگ و خونریزی. من باید یادآوری بکنم که اولین جنگی که دیدم، البته جنگ جهانی دوم، که نسیم اون رو احساس کردم و وقتی متفقین به ایران در سال 1920 حمله کردم، من یه بچه 7-8 ساله بودم و عرض کنم که حمله متفقین به ایران موجب این شد که وضع مردم واقعا به هم ریخت و مردم دچار نوعی قحطی شدن. من درست خاطرم هستش که نونوایی ها آرد نداشتن، به جای نون به مردم سیب زمینی میدادن یا بعدا نون سیلو میدادن یا قند و شکر اصلا به گیر نمیاد، بعد سایر اقلام خوراکی و غیره. و تو این جریان یه دم خانها سوء استفاده میکردن با این خرید و فروش کوپن و بعدها این کوپنی ها همه کمپانی شدند و این آثار در من بود، تا اینکه انقلاب صورت گرفت و یه مسائلی در مملکت مطرح شد به نام صدور انقلاب و غیر و غیر و که اینها در حال تحریک کننده بودش و هم تحریکات موجب شد که یه قلدری مثل صدام اینا رو بهانه بکنه و به ایران حمله بکنه و جنگ 8 ساله اتفاق افتاد. حالا قبل از این از کنم داستان سفارت، اشغال سفارت آمریکا و از کنم حمله به دانشگاه ها و بستن دانشگاه ها و اینا پیش اومده بود، یعنی زمینه رو آماده کرده بودند.
در جنگ 8 ساله من حدود 9 ماه بیرون بودم، بیرون از زندان بودم. بعد از در تیر ماه دستگیر شدم، 5 سال از دوران جنگ رو در زندان گذروندم. و عرض کنم که عوارضی که جنگ بیرون در زندان ها داشت برای من بسیار ملموس بودش. یعنی جنگ یک بهانه‌ای شده بود برای اون کشتارهای عظیم دهه 60 و هر چی رو می‌گرفتم در اصل بهانه‌های مختلف که شما داریم جنگ می‌کنیم با بیگانگان، شما عامل بیگانه هستید، از این مسائل و مطالب. و من قشنگ خاطرم باز هست که ما در قزلحصار بودیم، شبها هواپیماهای 65 اینا هواپیماهایی که می‌اومدن طرف ایران، چراغشون از میافتیم در پنجره میدیدیم، از کرج حرکت میکنم یعنی طرف تهران و اون بمباردمان ها و از کنم که اون مسائلی که پیش اومد. در هر حال رنجی که همه ملت ما برد از این جنگ، در این یادداشتی که ما نوشتیم بهش اشاره شده. خب این مسائل در من بوده و این از کنم که نگرانی از جنگ و این زمزمه هایی که اخیراً پیش آمده در سراسر دنیا که اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه، آمریکا میخواد به ایران حمله بکنه، و خلاصه مسئله جنگ یک نگرانی بسیار عظیمی شده برای مردم ایران. این بود که من به طبق عده از دوستان سعیم شد که از همه گروه ها باشن و اصلاً که چون مرد در هر حال اگر جنگی بشه دیگه جنگ بوم موشک نمیگه که تو چپی تو راستی تو ایرون اصلا مسلمونی شیعه سن همه مردم رو در بر میگیره. بنابراین ما سعی کردیم که از همه گروه ها در این جریان باشن و دوستان محبت کردند و این رو امضا کردند. و من این رو نمیشنم اشاره بکنم به مردم ایران و به مردم به ایرانی هایی که خارج از کشور هستند، این بار جنگ را سرسری نگیریم. همه میدونیم که اگر جنگی خدای نخواسته درگیر بشه، این جنگ دیگه مثل جنگ های گذشته و جنگ 8 ساله اونو نیستش، این جنگ الکترونیکه دیگه. دیگه احتیاج به نیرو فرستادن و سرباز با فشار دادن یه دوشو ممکن چندین محب کن تا یکم بکنن. در هر حال با توجه به این نگرانی هایی که در مردم بود و این زمزمه هایی که می شد و تحریکاتی که در خارج و چه در داخل، ما از تحریکاتی در خارج اون کسانی که در هر حال از جنگ ممکنه نفعی ببرن بشن، باید از اون هم غافل نباشیم. این حس بودش که این که نامه تهیه شد و این کمپین تشکیل شد و تقاضا کردیم از مردم ایران چه در خارج چه در داخل که به این کمپین بپیوندند و به حاکمان هشدار بدن که موجودی اعمالی که تحریک کننده باشه بهانه بده، همونطور که در سال از کنم که 58 59 بهانه دادیم به صدام که اون سوء استفاده بکنه از این مسائل، دو مرتبه باز این بهانه ها رو این مسائل رو بهانه بکنن و ملت ما رو به از کنم که دیگه معلوم بعد از این چه خواهد شد، به خاک سیاه و از کنم که مخروبه تحویل دارم. آقای دکتر یه سوال کوتاه، پاسخ کوتاه بفرمایید که بعد با آقای نوریزاد هم میخواییم صحبت بکنیم. در این یک ماهی که کمپین رو افتاده، آیا فشاری بر شما اعمال شده؟ فشارها بیشتر شده؟ شما بالاخره تجربه سالها زندان رو هم پشت سر گذاشتید. ببینید فشار بر من همیشه هستش و من الان یه فرصت شد داره بگم که الان فشارها چگونه هستش در مکت، اما فشار این که من بگیرن و عرض کنم اینا نیستش دیگه، همین فشار نبوده. و اصولا تا اونجا که من اطلاع دارم در رسانه های داخلی، چه روزنامه ها چه عرض کنم که این بسیار رسانه های عمومی، در این مورد اظهار نظر یا حمله ای به از کنم امضا کنندگان نشده یا من نمیدونم.
یعنی اصلا که در این مورد سختگیری نشده. بسیار خوب. البته ما شنیدیم از افرادی که از امضا کنندگان از این 9 نفر امضا کننده بودن که ظاهرا باهاشون تماس گرفته شده بوده از اطلاعات که شرکت نکنن در این برنامه. آقای نوریزاد بشنویم صحبت‌های شما رو و شاید ابتدا با این پرسش آغاز بکنیم که استقبالی که به نظر شما از این تلاش شده، از این کمپینی که ظاهرا هشدار میده نسبت به یک فاجعه جبران ناپذیر، به نظر شما رضایت بخش بوده؟ 1800-900 نفر، 2000 نفری که تقریبا امضا کردن یا پیوستن به این صفحه فیسبوک افق؟ بله، من هم به مهمان خوب شما سلام عرض میکنم، هم به شما و هم به مردم شریفمون. نه، استقبال اصلا خوب نبوده. یعنی ما انتظاری بسیار فراتر از این داشتیم. علتش هم هیچ نیست الا اینکه یک ترس بزرگ بر جان جامعه ما ریشه دوانده و این ترس یک مهندسی بزرگی پشتش بوده و به نحوی که الان برجستگان ما میترسند، نه اینکه حالا مردمی بیان به این کمپین بپیوندن. الان شما انگشت بر هر شخصیت سیاسی غیر سیاسی بگذارید، اول چیزی که او آنالیز میکنه همین ترسیست که به جان او میدوه. من شخصا با بزرگان صحبت کردم، سعی کردم رغبت اونها رو بر بیانگیزم به این که نسبت به حساسیت های جامعه ابراز وجودی بکنن، یعنی جامعه و مردم احساس بکنن که اونها هستند، ولی مطلقا وارد صحنه نمیشن. علتش این استش که در این 33 سال با یک مهندسی بسیار ظریف آنچنان ترس رو به سلول های شخصیت های ما و مردم ما تدریق کردن که الان در یک چنین شرایطی شما وقتی برای صلح مردم رو دعوت می کنید که آقا با بزرگان با حاکمان درباره صلح صحبت کنیم، رغبت چندانی نمی بینید. من یک مثالی بزنم. ببینید الان شاید مثلا انتظار ما این بود که مراجع پا پیش بگذارند، مراجعی که با غرور مثلا از برخی از شخصیت های تاریخی اسم میبرند و خودشونو منتسب میکنند به سلسله مراجعی که حساس بودن نسبت به مسائل جامعه، یا مثلا شخصیت های برجسته سیاسی جامعه. معدل فهم دولت مردان ما معدل بسیار بسیار کمرنگی است. یعنی ما در یک بیفهمی و بدفهمی بزرگ که میبایستی نخبگی در شاکله کلی جامعه باشه گرفتار هستی. یعنی گرفتار یک بدفهمی بزرگ، یک بیتربیتی بزرگ، یک ناهنجاری بزرگ هستیم که این رسوخ پیدا کرده بین نمایندگان مجلس. ببینید، من یه مطلبی نوشتم به اسم گلها و گاوها و اونجا نمایندگان رو به دو دسته تقسیم کردم. نماینده یعنی وکیل مردم، یعنی پیش از این که مردم به صدا در بیان اونها باید زنگ ها رو به صدا در بیارن، ولی ترسی که به جان تک تک نمایندگان ما دویده اصلا در تاریخ بی سابقه است. نمایندگان مرعوب، بی سواد، کم سواد، بی بنیه و عمدتا درگیر مسائل صنفی خودشون و اصلا مردمی وسط گم شدن. حالا ما مخاطبمون اتفاقا باید نمایندگان مجلس می بودن، ولی نماینده مجلسی که دستگاه اطلاعات برای فرد فردشون پرونده درست کرده چجوری میتونه بیاد به ما بپیونده؟ به همین دلیل عمده افرادی که به ما پیوستن مردمند. بله. مردمی که حالا دیگه چیزی برای از دست دادن ندارن. آقای نوریزاد یه نکته رو میخواستم بپرسم، بعد حتما بر میگردیم بهتون اگه مطلبی دارید بفرمایید. فقط اشاره کردید به این ترس، دوست دارم که اگر براتون امکان داره صراحتا بفرمایید به نظر شما منشأ این ترس کجاست؟ آیا یک نهاد خاصی است، فرد خاصی است این ترسی که ازش صحبت میکنید؟ بله، ترس علتش این استش که حاکمیت ما حاکمیتی است که قانون گریزه و در پس دیوار قانون به رفق و فسق دزدی ها و ناهنجاری هایی که به هر حال ما آثارش رو میبینیم مشغولند.
به هیچ وجه پاسخگو نیستن، به هیچ وجه مردم رو به حساب نمیارن، به طنزگونه مردم رو در میدان تصور میکنن و به دروغ مردم رو هوشمند و فهیم و دانا میپندارن و حالان که بر جهل اونها سرمایه گذاری کردن. دستگاه اطلاعاتی ما، سپاه پاسداران ما، اگر بدانید پشت پرده بر چه دزدی های بزرگی خیمه بستند، خب این دزدی های بزرگ به محض این که به دامنه فهم مردم راه پیدا بکنه، مردم اعتراض میکنن، فریاد میکشن و این زنگ ها رو چه کسانی باید به صدا در بیارن؟ یعنی این دزدی های بزرگ رو چه کسانی باید به صدا در بیارن، به مردم آگاهی بدن، جز از نمایندگان مردم که باید در رأس یک تشکیلاتی که وظیفش نظارت هست، اما دیگران تازه دارن برای اونها نظارت میکنن و صدای اونها رو خفه کردن. نمایندگانی که صحبت میکنید آقای نوریزاد، اینا عمدتاً خودشون بارها گفتن که تمام هم و غمشون و تلاششون رضایت رهبری هست و مقام رهبری، صراحتاً این مطالب رو عنوان کردن بارها. خب من همینو میگم، نماینده ای که اصلا شخصیتش و هویتش نظارت بر قانونه و میبینه که حاکمیت قانون گریزه. یه بار نمایندگان مجلس، برخی از نمایندگان مجلس حدود مثلا 20 نفر بودن، بنده رو به جمع خودشون فرا خواندن، از من نوریزاد میپرسیدن شما بگید ما چه بکنیم. من گفتم که این بزرگترین توهین به من به عنوان یک فردی که شما به عنوان نماینده از من میپرسید ما چه بکنیم. خب برید استعفا بدید، برید فریاد بزنید، برید بر این دزدی های بزرگ که توی سیستم داره دست به دست میشه انگوش بگذارید و فریاد بزنید. ترس بزرگی بود. متاسفانه یکی از نمایندگان مجلس به من میگفت، یه شخصیت برجسته‌ای، حالا من اسم نمیبرم، میگفت 50 اصل قانون اساسی دست نخورده باقی مانده و ما جرأت ورود به اونها رو نداریم. یکیش مثلا در مورد شخص رهبری. خب نمایندگان مرعوب که باید مخاطب این نامه ما باشن، آقای دکتر ملکی درست گفتن، ما از جنگ نگرانیم، ما میلرزیم. به خدا قسم آقای دهقانپور، من حاضرم التماس بکنم پای رهبر رو ببوسم، مبادا یک گلوله شلیک بشه، یک جوان سیلی بخوره، یک زن آسیب ببینه، عاطفه ای خراشیده بشه. شما با این تصویری که آقای نوریزاد، با این تصویری که شما دادید، فکر میکنید ایران آماده یک جنگ هست؟ البته بخوایم صحبت آقای واحدی رو بشنویم، اگه ممکنه کوتاه بفرمایید. مطلقاً ما آماده فرو شدن به یک جنگ رو نداریم. علتش هم این استش که سرداران فربه ما اصلاً جز در شعار متوقف نیستن، یعنی انقدر در شعار فرو رفتن. حالا من راجع به این شعار یک مثالی میزنم که انشالله شاید تو فرصت بعدی ببینیم که اصلا مردم ما مثلا تو سبد خانوار شما میبینید سیمان هست، گوشت هست، مرغ هست، هر چی که هست در رأسش شعار هست. مردم ما شعارخوار هستن، تربیت شدن. خب در یک بستری از شعارخواری حالا سرداران فربه ما میان فریاد میزنن، نعره میکشن که آقا اگر کسی به ما حمله بکنه ما فلان میکنیم، بهمان میکنیم. این شعارها رو شما از دهان رئیس مجلس میشنوید، از دهان مدت ها از دهان رئیس جمهور شنیدید. الان ببینید که دیگه شعار نمیده، دیگه ورق پاره و این چیزها رو نمیگن. ما مردم شعارخواری تربیت شدیم. مردمی که شعارخوار باشن نشون میده که در بین این مردم جهل دست به دست میشه به جای فهم و هیچ رشدی هم اتفاق نمیفته. من اتفاقا به یک واقعه تاریخی اشاره خواهم کرد راجع به نادرشاه. بله. و این که وقتی پسرش رو کور کرد، اینو توی فرصت دیگه ای میگم. ببینید ما به چه مخمصه هایی گرفتار شد. برمیگردیم به شما، روی خط باشید آقای نوریزاد. آقای واحدی، شما جزء امضا کنندگان این کمپین هستید و پیوستید به این. اول توضیح بدید که چه چیزی شما رو جذب کردش، با توجه به اینکه در بیرون هستید فکر میکنید میتونید کمک بکنید، یه بخشی از خواست این افراد در داخل این بود که صداشون رو به بیرون در واقع بتونن برسونن. به نام خدا. سلام به شما مهمانان برنامه و بینندگان برنامه. من اجازه بدم دو سه تا نکته خیلی کوتاه بگم قبل از اینکه وارد پاسخ به پرسش شما بشم. یکی اینکه سوال کردید چرا استقبال خوبی از این کمپین ظاهرا نشده. به نظرم نکتهش همونه که آقای دکتر ملکی گفتن که کیهان و رجا نیوز و صدا و سیما حمله نکردن به این کمپین.
اطلاع رسانی که انجام نمیشه. یکی از راه های اطلاع رسانی ما اینه که کیهان به ماها فحش بده. وقتی فحش میده مردم میفهمن یک کار خوبی داره اتفاق میفته، چون به نظر میرسه که رسانه های اصلی حکومت از پا گرفتن این کمپین نگرانن، اصلا بهش نپرداختن، فحش ندادن، توهین نکردن، حتی که نکردن برای اینکه کسی متوجه نشه. به محض اینکه من اگر واقعا قبول ندارن کیهان امروز لطف کنه یه فحش به ماها و این کمپین بده، ببینید فردا چه تعداد بر تعداد لایک کنندگان این صفحه اضافه خواهد شد. من اینو واقعا دارم میگم. من صراحتا من گفتم که یکی از افراد مشخصا به ما گفت که از اطلاع تماس گرفتن که تو برنامه اصلا بنا دارن که این موضوع، یعنی حتی از طریق فحاشی به این کمپین که میدونن فحش کیهان هم ذخیره آخرت هم باعث آبروی دنیاییه، این کارو نمیکنن. نکته دوم، آقای دکتر ملکی اشاره کردن که این شرایط جنگ رو اشاره کردن که ما میترسیم از جنگ. واقعا ثابت شد دیگه جنگ اون نیست که یک دیوانه آمد سنگ انداخت و رفت. یک جنگ با همون سنگی که دیوانه انداخت 8 سال طول کشید و هزاران خسارت داشت. نکته دیگه من میخوام بگم، آقای دکتر نوروزاد اشاره کردن به این که نماینده ها میترسن. نماینده ها به نظر من ترسشون دو دسته است. یه سریشون اصلا در ایجاد فضای جنگی، من کماکان معتقدم جنگ اتفاق نخواهد افتاد، نه کسانی که در خارج تهدید میکنن در موقعیتی هستن که بخوان به ایران حمله کنن، نه ایران به معنای واقعی آمادگی، ایران که میگم این جمهوری اسلامی آمادگی جنگ رو داره، اما جمهوری اسلامی و بعضی از ماجراجویان در خارج از کشور از جمله در اسرائیل و جاهای دیگه در اینکه یک فضای جنگی ایجاد بشه منفعت دارن. بعضی از نمایندگان خودشون در این فضای جنگی منتفعن و همینجا طبیعیه که به این کمپین نپیوندن. یک سریشون هم به معنای همونطوری که آقای نوروزاد گفتن میترسن، باز ترسشون نه اینکه بگیرن زندانیشون میکنن، ترسن که منافعی که جز در یک حکومت بیکفایت و فاسد اینطوری گیرشون نمیاد از دست بدن. اونها طبیعتاً دلشون میخواد شرایط ادامه پیدا کنه، به همین جهت نمیپیوندن. اما اینکه من چرا منم یک پیامی دادم، ببینید همونطور که شما اشاره کردید به عنوان یک مخاطب، وقتی من کمپین رو دیدم و تنوع تشکیل دهندگان کمپین دیدم، آدمهایی هستن، انسانهایی هستن، انسانهای بسیار بزرگوار، زجر کشیده، دلسوز ایران، با گرایشات مختلف فکری. من اعتقاد دارم ایران امروز و ایران فردا دیگه اکثریتی درش وجود نداره، یک مجموعه از اقلیت‌های بسیار زیاده. من در همین کمپین 9 تا اقلیت دارم، میگم هر اقلیتی که همشون هم دلسوز ایرانن. طبیعتا من وظیفه داشتم به عنوان یک کسی که هم در حد خودم صدای در خارج دارم، هم به عنوان یک ایرانی امضا بکنم. البته در همونجا هم نوشتم، به صراحت اینجا عرض میکنم، نگرانی از جنگی که برحال حتی اگر درصد کمی احتمال وقوعش باشه نگران کننده است و باید باش مقابله بکنیم، نباید ما را از ماجراجویان در داخل کشور که دارن فضای کشور رو جنگی میکنن و ممکنه این تلاش اینها برای جنگ کردن فضای کشور از دست خودشون هم خارج شه و به یک جنگ منتهی بشه، باید به اونها ابراز مخالفت کنیم. یعنی پرداختن به یک دشمن خارجی نباید ما را از یک دشمن غدار بیکفایت فاسد خارجی غافل بکنه. و من در همون پیام همونجا نوشتم، یعنی در پیامی که برای کمپین فرستادم و در روی صفحهشون الان موجوده و تعداد زیادی از دوستان هم دیدن و نظر دادن، در اون همونجا هم نوشتم که ما نبایستی اگر واقعا از جنگ نگرانی، باید بدونیم که گفتمان جنگ طلبی، گفتمان ماجراجویی فقط در داخل ایران نیست و فقط در خارج نیست، هم در خارج از ایران هست، ایده دنبالن که جنگ را بنزن، ایده در داخل. بازم من تکرار میکنم، نه از جنگ، از فضای جنگی در کشور که همین کارا رو انجام بدن، در مورد بودجه هر کاری دلشون خواست بکنن، در مورد سار کار دیگه انجام بدن. شما میگید که احتمال جنگ رو خیلی پایین میبینید، حالا دلایل قطعا روشنی دارید برای فضایی که در خارج و داخل ممکنه باشه. امروز خب یک دو خبر داشتیم، آقای ارباب سیر ظاهرا اعتراف کرده به اینکه نقش داشته در طرح توطئه سفیر عربستان در آمریکا و این چیزی بود که دیم گفتن که این خبر بی ربطه و آخرام تهش چیزی در نمیاد. ظاهرا وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده ایشون قبول کرده اتهام رو. نکته دیگه که اتفاق میفته در این روزها میبینیم این پهپاد حزب الله که میره در مرز هوایی اسرائیل. شما فکر میکنید که صرف نظر از اینکه این فضا آماده باشه برای اینکه جنگ انجام بشه، آیا ایده‌ای هستن که واقعا میخوان که این فضا رو به سرعت ببرن به سمت آماده شدن برای؟ دو نکته کاملا جداست. در مورد آقای ارباب سیر من واقعا اهلیت ندارم و اعتراف کافی ندارم بگم این اعتراف هست یا نه، اما اون رژیم و اون نظامی که به این نوع اعتراف ها مشروعیت داره جمهوری اسلامی، یه نفر بگیرن برن مدت ها در زندان بعدم بیارن جلوی دوربین تلویزیونی اعتراف کنه که من خائن بودم، جاسوس بودم، از اسرائیل پول گرفتم، از آمریکا پول گرفتم، اگر آقای ارباب سیر هم اعترافاتش به قول رسانه های جمهوری اسلامی تحت فشاره، این باب رو جمهوری اسلامی باز کنه. در سالهای اخیر در دنیا اولین نظامی که این کارا رو شروع کرد و بعدم شاگردش سوریه ادامه داد جمهوری اسلامی بوده.
کردم سوری دارم کارو میکنه. اگر اعترافات آقای ارباب سیر اعتبار نداره، تمام اعترافات هم که جمهوری اسلامی این مدت پخش کرده که تازه همه قبول دارن زندان‌های جمهوری اسلامی بسیار خشنه، بسیار تحت شکنجه است، قطعاً زندان‌های آمریکا وضعیت از جو بهتره. من نمیگم زندان آمریکا، توضیح من فقط بدم که بعضی از اعضای ارشد القاعده بودن که بعد از سال‌ها حتی بودن در زندان هنوز حاضر نیستن که اتهامات رو بپذیرن. برای اینکه مشخصه نه، ببینید در زندان‌های آمریکا اگه اتفاقی میفته رسانه‌های خود آمریکا پخش می‌کنن، یعنی به هر حال وضعیت اینطوره. یعنی می‌خوام بگم موضوع آقای ارباب سیر اگر کسی در صحتش ایراد داره بره به جمهوری اسلامی ایراد بگیره که این نوع اعترافگیری و پخش رو باب کرده. اما در مورد پهپاد من این نکته بگم، ببینید جمهوری اسلامی ممکنه بگه من تولید کننده پهپادم، میرم میفروشم، مثلا حزب الله هم با دولت لبنان همکاری داره، با هماهنگی اونجا من فروختم، اگر پول گرفته باشه اشکال نداره. اما خیلی برای من جالبه کسانی که پهپاد درست میکنن به قول خودشون که برن از رو آسمان لبنان، آسمان اسرائیل رو بپان، زمین خودشون نمیتونن بپان. این رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته 5 میلیارد دلار ارز تقلبی وارد کشور شده. حالا من نمیدونم این آقا کشف چجوری کرده 5 میلیارد رقمش از رو پیدا کرده. کسی که مرز زمینی خودش رو نمیتونه بپاد، 5 میلیارد دلار ارز تقلبی، یعنی 50 میلیون عدد اسکناس 50-100 دلاری، 50 میلیون عدد اسکناس 100 دلاری وارد کشور شده، اینو نمیتونن مراقبت کنن، مواظب مرزهای زمینی خودشون نیستن، میخوان برن مرز اسرائیل رو بپان. خب این همچین آدمایی واقعا همون که شما میگید این کارشون برای تحریکه. و من این یه نکته رو چند ثانیه بگم، این ارز به دست کسایی میرسه، این ارز نه برای هیئت 140 نفره همراه احمدی نژاد چون اینجا حتما از دفتر نمایندگی ایران پولش رو میگیرن، نه برای تجار، برای اینکه تجار از طریق حسابهای بانکی ارز هم اگه وارد میشه داخل کشور گیر مردم میفته. میخوام بگم حکومتی که دروغ میگن ما میخوایم کمک کنیم مثلا به مردم لبنان یا چیزی، یا برن مرزهای اونجا رو، مرزهای هوایی رو به پای مثلا پهپاد بیان، مرزهای زمینی خودشون مواظب باشن و دروغ مگه. این کار به نظر من همون که میگید فقط برای تحریک کسانی هستن در داخل حکومت ایران، عده قلیلی هست، من بازم تاکید میکنم عده قلیلی هستن که جنگ رو میخوان و عده کثیری هستن که فضای جنگی رو میخوان. خب برمیگردیم به شما، برای اینکه شما خود تو بعضی از نشستای اپوزیسیون هم جو شرکت کردین، ازتون میپرسم که چه تفاوتی میبینید و فکر میکنید چقدر تاثیر میگیرن کمپین های خارج از کشور و داخل کشور. آیه دکتر ملکی به شما برمیگردیم، اگر صدای من رو میشنوید، که اگر مطلبی دارید در مورد اون چه که تا الان عنوان شد بشنویم. و مشخصا میخواستم ازتون بپرسم که شما وقتی که ایده این کمپین شکل، اون چیزی که تاکید کردید بر انتخاب دو واژه صلح و آزادی و حساسیتی که بخش عمدهش به زندگی خود شما برمیگشت، با اون توضیح دقیقی که ابتدا دادید، چه استراتژی فکر میکنید که باید برای تحقق این اهداف در نظر داشت؟ آیا چنین اصلا استراتژی مد نظر بوده، یا فکر کردید که این کمپین مطرح بشه، این ایده رو در میون بگذارید، بعد ببینید که مردم چه واکنشی نشون خواهند داد، یا واقعا فکر کردید به اینکه قدم بعدی چه خواهد بود برای تحقق این اهداف؟ بله، از خودم که در مورد شرکت پایین مردم در این کمپین، همونطور که آقای نوری‌زاده فرمودند، محیط ما محیط وحشتناکی است و رو به وحشتی که اینها در مردم ایجاد کردند خواه و نخواه اثر داده. مردم واقعا از هر کار اجتماعی میترسن، نگرانن، برای این که میبینن که اینا از هیچ جنایتی خودداری نمی کنن. من خودم از کردم در قسمت اول که من در سال 60، در 60 و 65 در زندان های ایران واقعا مسائلی دیدم، چیزهایی دیدم، خشونتهایی دیدم که وحشتناکه. من تاریخ مقدار مطالعه کردم، از داستان استالین، داستان هیتلر، داستان واقعا بی نظیره. خب این مردم دچار ترس و نگرانی هستن. اما یه نکته ای که من میخوام از کنم که خطابم با آقای نوری‌زاده هستش این است که جناب نوری‌زاده، استاد عزیز بنده، از کنم که شما از وکلا توقع نداشته باشید امضا کنن، ولی که اونا خودشون از کنم که منافعی دارن در این مسائل، خیلی از اینا منافعی دارن در اینکه جنگ بشه دو مرتبه. باز مگه اون چه الان دارن، این برج ها، این ساختمان ها، این از کنم که اون چه این ثروت های کلانی که چه به خارج منتقل شده در خارج وجود داره، اینا مگه مالی کیا هست؟ مال همون هست که از جنگ از کنم که بهره بردند و بهره گرفتند و سوء استفاده کردند و یک نسل رو نابود کردند، بهترین فرزندان این مملکت رو فرستادند به جبهه ها از کنم که و خودشون اون کنار وایسادند و اون برنامه های مختلفی که انجام دادند
و الان هم اصلا مملکت متعلق به خودشون میدونن، میگن ما جنگ کردیم و در جنگ هم خودشون رو هنوز پیروز میدونن و وارث مملکتشون میدونن. از اونها زیاد نباید توقع بشه. من توقعم از دوستان از کنم در ایران هستند، اصلاح طلب ها در داخل در خارج، من کمتر نام اینها رو دیدم که پای این مسئله از کنم که امضا بذارن و نظر بدن و مخالفت بکنن. ببینید بس این نیست که همه اونهایی که اینا امضا میکنن موافق باشن، مخالفت کنن، حتی فوش بدن به از کنم که کسانی که این فراخوان بشن. متاسفانه این دوستان از کنم که نمیدونم کجا هستن. من یه نکته ایدم عرض بکنم، البته آقای نوریزاد و آقای پیمان در ایران هستند، عرض کنم که میدونن وضع مردم و مشکلات مردم. اینها هر در داخل این حاکمیت هر چیز رو بهانه میکنه، عرض کنم که دروغ سازی میکنه. شما شنیدید که خانم هاشمی گفته بود که ما دارو نمیتونیم وارد کنیم اونا، در حالی که مقامات خود وزارت بهداری گفتن که آقا بودجه لازم دولت در اختیار ما نمیذاره، چون داروها در تحریم نیستش، در اختیار نمیذاره که وارد کنن. وضع مردم از نظر دارویی و از کنم که حالا غذایی هم هست وحشتناکه. من فقط مثالی میزنم، ما سوادم تا میزنم راجب خودم. بنده میدونی که باید هر چند وقت به چند وقت یه آمپول مخصوصی بزنم به دلیل بیماری خاصی که دارم. من اون هفته نوبت زدن آمپولم بودش، خودم و بعضی از دوستان یک هفته تمام داروخونه های شهر رو عرض کنم هلال احمر و اینور اونور رو زیر رو کردیم تا بتونیم این آمپول رو گیر بیاریم. همه جا میگفتن نیست، نمیذارن وارد بشه، وارد نمیشه، تا اینکه بالاخره با عرض کنم که پارسی بازی اونا یک از داروخونه تونسته میگیریم، قیمت 3 برابر قیمت قبلی. ببینید وضع مملکت به اینجا رسیده. این تحریم ها که همش عرض کنم که ناشی از این تحریکات و از این حرف ها و از این صحبت ها و از این عرض کنم جلسش به سر مردم، واقعا برای مردم روزگاری درست کرده که اصلا قابل توصیف نیستش. بنابراین من نمیدونم این کار چه خطری داره که آقا ما از حکومت میخوام بهانه نده دست از کنم که بیگانگان یا دست اون کسانی که در داخل، بله منم معتقدم در داخل خیلی ها دنبال جنگ هستن، دنبال یا فضای جنگی هستن برای سوء استفاده خودشون، بیان این امضا کنن بگن آقا ما صلح میخوام، ما عدالت میخوام، ما از کنم که ما خشونت رو با مخالفیم. این چه خطری داره، چه ضرری داره، به خصوص برای اونایی که ادعای رهبری و از کنم که هدایت مردم رو دارن. بنابراین من میخوام از این دوستان واقعا گله بکنم که نمیدونم حالا اگر خطری هم وجود داره به خاطر ملت، به خاطر مردم، به خاطر این که واقعا این مملکت نابود نشه باید خطر کرد دیگه. آقای ملکی این دو سوال اگر میشه کوتاه پاسخ بفرمایید. اونم این که عده‌ای در درون حاکمیت جمهوری اسلامی اعتقاد دارن که کشور پیشاپیش در یک جنگ هست و این جنگ هم جنگ اقتصادیه. آماری هم روزنامه مردم سالاری امروز منتشر کرده که گفته به نقل از پژوهشکده علوم و صنایع غذایی که 3,750,000 نفر در ایران از گرسنگی رنج میبرن. اون تصویری که شما در داخل میبینید همینه، فراتر از اینه و واقعا جنگ اقتصادی اون چیزی که به نظر شما دولت و حکومت عنوان میکنه، شما از اون چه برداشتی دارید؟ ببینید من چون در داخل کشور هستم و با توده های مردم تماس دارم و هر روز در هر حال برای این برنامه رفتن اتوبوس سوار میشم، مجبور میشم، واقعا مردم نگران هستن، واقعا مردم ناراحت هستن. این مشکلات اقتصادی کمر مردم رو خورد کرده و شما دیدید که چند روز پیش فقط بازار تعدادی از بازاری ها حرکت کردن، تعدادی بازاری بودند و اون جمعیت عظیمی که بودن پیسر هست این توده های مردم بودند و از وزن ناراحت هستن.
البته بعد دیدیم که آقای خامنه ای اونجا نشسته توجه میکنی چهار تا بازاری اومدن دادن دو تا پیت آتیش زدن به ایشون. همیشه قضاوت‌هاش در مورد اتفاقاتی که در مملکت میفته همینجوری هستش دیگه. اون جریان سال 88 میلیون ها مردم رفتن تو خیابون و اعتراض کردن، در حقیقت اعتراض به ایشون بود، به شخص ایشون بود، گفتن اینا فتنه‌گرن و اینا از بیگانه الهام میگیرن و اینا نمیدونم بسیج رو نمیدونم به بلوره بستن، از این حرفایی که واقعا به نظر من سطح یقال هستش. در هر حال شرایط مملکت واقعا، من مثال خودم رو زدم، شرایط مملکت بسیار بسیار، من آقا بذارید رو بگم، بذارید همه بشنون، من در نزدیک 900 هزار تا 1 میلیون تومان دارم حقوق میگیرم بعد از 50 سال تحقیق و چیز به اون استاد دانشگاه. من درمان بیش از نصف حقوقمو دارم پول دوا و درمان و دارو و پزشک میدم. شما حساب کنید یه کارگر اصلا که دیگران و اینا در چه شرایطی در مملکت هستن. در هر حال من به عنوان جمله آخر از مردم، از روشنفکر، از فرهیختگان که در داخل در خارج، میخوام که این کمپین رو تقویت بکنن، در مقابل دولت ترس رو از خودشون بریزن. وقتی اینا میترسن اصلا که وقتی اونا میترسن خب خلا خواب نخواب مردم هم میترسن دیگه و نباید ترسید. اگر واقعا کسی به فکر مردم هست، به فکر سعادت و خوشبختی مردم هست، باید ترس رو کنار بذاره. آقای نوریزاد، پرسش شاید این هست که دیم در فیسبوک این پرسش رو مطرح کرده بودن که چگونه میشود با چنین حکومتی از گفتمان صلح و آرامش استفاده کرد برای پیشبرد در واقع اون تحقق اون اهدافی که ازش صحبت کردید. یعنی واقعا راه چه هست برای اینکه اون چیزی که شما درخواست میکنید، پرهیز از جنگ و تغییر این فضای فشار و تحریم و این حرفا، در واقع اینا چگونه امکان پذیره؟ شما ما تو فیسبوک پرسیده بودیم که باید حالا امضا کنندگان یا طیفی که به دنبال این کمپین هستن خواست مشخصی داشته باشن از حاکمیت، بگن مثلا غنی‌سازی اورانیوم متوقف بکنید تا تمام این بحث جنگ و تحریم و این حرفا تغییر بکنه و فضا عوض بشه. چه خواست مشخصی شما دارید برای پیشبرد اهدافتون؟ بله، صرف نظر از همه یه قضایایی که گفته شد، من میخوام بگم که کودتای نظامی در قدیم یه تعریفی داشت که ناگهان نظامیان برمی آمدن و رشته های امور رو در دست می گرفتن، مثلا بر تلویزیون غالب می شدن، مثلا بر برخی از مواضع اقتصادی و حیاتی و شارک های اجتماعی غالب می شدن، مجلس رو می گرفتن و می شد کودتای نظامی. الان کودتا به شکل نظامی تقریبا سپری شده دورش، الان کودتای خزنده نظامی جایگزین شده. مثل جامعه ما الان شما بینید رئیس صدا و سیما نظامی، رئیس مجلس نظامی است، شهردار ما نظامی است و خیلی از وزرای ما نظامی هستند، بسیاری از استانداران ما، فرمانداران ما، بخشداران ما نظامی هستند. یعنی ما الان در بستری از یک کودتای نظامی خزنده داریم به سر میبریم و اصلا دیگه نیازی به کودتا نیست، فقط تابلوش بلند نشده. یک چنین جامعه ای که نظامیان بر او حاکمن و بیرقی هم بلند نکردن، طبیعتا در شعار فرو میره. یعنی شعار از یک طرف منتشر میشه و مردم هم این شعار رو میبلند. البته مردم که میگم اون بخش عوام جامعه که اتفاقا نیاز کودتاگران به همین عوامیت مردم بسیار هستش. من این پرسش شما را حالا از این منظر میخوام پاسخ بدم که وقتی مردمی شعارخوار شدند و بعد طرف مقابل هم نظامیان در بسیاری از مناسب و موقعیت ها حاکم بودند، مثل حتی در روستاها بسیجیان با اسلحه‌ای که دارند، خب طبیعی است که نخبگان به حاشیه میرن، با سوادان به حاشیه میرن، هوشمندان و خبرگان به حاشیه میرن، آدم های متوسط و گاه ابله بر مصادر امور حاکم میشن. من یک مثالی رو گفتم میزنم از شخصیت نادرشاه افشار. نادرشاه افشار یک پسری داشت، رضا قلی میرزا. رضا قلی میرزا جسور بود، جوان جسوری بود، در حضور سرداران نادرشاه به او توهین کرد و
نادرشاه گفت من فردا چشمان تو رو از کاسه در میارم. خب نادرشاه هم وقتی میخواست حرفی بزنه حتما او رو اجرا میکرد، یعنی اگر امروز میگفت چشم تو رو در میارم و فردا این کار رو نمیکرد، دیگه سرداران اعتنایی به حرف او نداشتن. تاریخ نوشته نادرشاه شب تا به صبح قدم زد و فردا صبح شد دستور داد رضا قلی میرزا رو آوردن، خواجگان چشم او رو در حضور سرداران از کاسه در آوردن و وقتی رضا قلی میرزا رو میبردن، وقتی بردن از صحنه خارج کردن، نعره کشید و توف کرد به صورت سرداران که بی حیاها من تا از سر شب تا صبح قدم زدم که مگر یکی از شماها بیایید وساطت کنید بگید که این جوان رو چشمش رو در نیار. شما میدانستید که اون نایب السلطنه است، حتی به ایران فکر نکردید. حالا یک کدورتی به این سرداران و رضا قلی میرزا بود. من میخوام بگم که الان رهبر ما باور کنه شب تا صبح قدم میزنه و مشتاق این هستش که برجستگان جامعه نه در خفا بلکه در آشکارا او رو از جنگ باز بدارن، او رو از انرژی هسته‌ای باز بدارن، او رو دعوت کنن به صلح و به آرامش. منتها اغلب میرن در گوشی و در خلوت با ایشون مسائل رو. خب طبیعی است که مردم خبردار نیستن، همه شعارها در صورت جامعه منتشر میشه. اگر 10 تا مرجع تقلید دست به دست هم بدن، بیانیه مشترک بدن که جناب رهبر مثلا از این موضعی که قرار گرفتید فرود بیایید، 5 تا شخصیت برجسته سیاسی این کارو بکنن، حالا رهبر میتونه بگه که من روی هر کسی رو اگر زمین بندازم دیگه روی مثلا مراجع رو و نخبگان دینی رو به زمین نمیندازم و به خاطر همین جام زهر رو سر میکشم. یعنی باور کنید الان وضعیت ایشون این چنینه، یعنی شما در این سفر بجنورد ایشون گرچه در صورت ظاهر همه چیز رو آرام رصد کردن و گفتن که آقا ما در قله اقتدار هستیم و 100 برابر نسبت به سابق پیشرفت کردیم، در صورتی که 500 برابر ما باید پیشرفت میکردیم که تازه همان میبودیم که باید باشیم. من میخوام بگم که ایشون مترصد برآمدن برجستگان هست، این که دست به دست هم بدن، یه 10 نفر 20 نفر مرجع تقلید اگر بیانیه مشترک آشکار نه در خفا و محرمانه اگر منتشر بکنن باور کنید برق برمیگرده. شما پس اعتقاد دارید که شما اعتقاد دارید آقای نوری‌زاده که ایشون دنبال فرصت مناسبی هست برای اینکه جام زهر رو سر بکشه؟ این دقیقاً به تعبیر شما. بله برای اینکه تمام برگ‌های برنده از دست رفته، یعنی تمام فرصت‌ها دیگه از دست رفته. ایشون الان میدانه که در قمار هستی شخصیت اولی که تمام پرسش ها به سمت اوست شخص خود ایشون هستن که بعد از صرف میلیاردها دلار برای برپایی مثلا یک نیروگاه اتمی هنوز ما یه لامپ 100 وات نمیتونیم روشن کنیم و شخص ایشون مطرحه و خیلی از مسائل دیگه به لحاظ اقتصادی، به لحاظ از ریختن داختن مجلس، به لحاظ از ریختن داختن قوه قضاییه. ایشون مترصد این هستش که این جام زهر رو بنوشن، ولی وقتی میبینن همه در خلوت میرن دست به دامن او میشن، خب طبیعی است که ایشون اون شعار گویی مداوم خودشون رو داشته باشن. بله. کسی که شعار میده عقب نشینیش خیلی سخت میشه. بسیار خب، باید اگه مطلبی دارید. آقای دکتر ملکی اشاره کردن به وضعیت دارو، من اشاره میکنم به خبری که همین روزها سایت های رسمی حکومتی نوشتن که حدود 200 میلیون دلار بودجه دارو صرف واردات لوازم آرایش شده. اینو خوب مردم بدونن، اگر داروگیر آقای ملکی نمیاد برن خبرگزاری رسمی رو بخونن که باش لوازم آرایش اون توسط افراد خاص طبق خبر همین احکام حکومتی. آقای نوروزاد اشاره کردن لوازم آرایش هم مردم به خرید نیاز دارن. بله البته نیاز دارن، ولی در اولویت بشه طرف سالم باشه که بتونه از لوازم آرایش استفاده کنه. اشاره کردن حکومت دست نظامی است، من قبول ندارم. اینها همونطور که قاصب حکومتن قاصب لباس نظامی هست. نه ظواهر آقای فیروزآبادی به نظامی میخوره، نه فهم آقای عزیز جعفری، نه دیسیپلین آقای نقدی، اینا در واقع نظامی هم نمیشه گفت، این اهانت به نظامی. ولی خب به هر حال یک گروه کودتاگر هستن، حالا کودتا در نوع جدیدش. اما اینکه ایشون اشاره کردن که آقای خامنه‌ای منتظر فرصتی هستن که کسانی برن ایشون بگن، همونطوری که نادرشاه خودش فضای درست کرد کسی جرئت نکنه بهش حرف حق بزنه، آقای خامنه‌ای همون کارو کرده. ببینید آقای خامنه‌ای تا روزی که نگفته بود جمعیت باید اضافه بشه، آقای مرندی که خودشو پابوس رهبر میدونه افتخار میکرد به اینکه من کنترل کننده جمعیت بودم، طرح من برای کاهش جمعیت ایران در سازمان ملل جایزه گرفته. امروز که آقای خامنه‌ای گفته جمعیت باید زیاد بشه، در عرض یک هفته مقاله نوشته شد، کتاب نوشته شد، خود آقای مرندی هم میاد میگه نخیر جمعیت نباید کنترل بشه. در
در واقع فضا رو باید ایجاد کنن که اصلا برن حرف بزنن، به خصوص وقتی کسی نخبگان رو، افراد فهیم رو از حکومت دور میکنه، همه میشن کسانی که دیگه میشن نوکر آقا، نه نوکر بادمجان. هر وقت آقا از بادمجان تعریف کنه اونم تعریف کنه، هر وقت آقا گفت بادمجان تلخ اونم میگن تلخه. این واقعا به نظر من آقای خامنه‌ای وقتی میتونه منتظر شنیدن حرف حق باشه که یک مش افراد با کفایت، نه همین ابلهان و کوتاه قدانی که آقای نوریزاده شاهی کردن دروشون باشن. به نظر من مشکل از اینجاست. این نکته میخوام اگه وقتمون خیلی کوتاه تو یک دو دقیقه بتونید توضیح بفرمایید که کمپینای زیادی در خارج از کشور راه افتاده، منشورهای متعددی، منشور شورای ملی، منشور 91 و بسیاری دیگه. شما که در بعضی از این نشستهای اپوزیسیون در واقع شرکت کردید یا صحبت کردید از طریق اسکایپ و ارتباطات ماهواره، شما تفاوتی که میبینید بین اون چیزی که الان کمپین بر به خاطر صلح آزادی داره و اون چیزی که در خارج از کشور میفته اساساً چه چیزی است؟ آیا تفاوتی میبینید؟ ببینید کسانی که به نظر من الان حتی اکثر افرادی که در نشست‌های اپوزیسیون شرکت می‌کنند به این نتیجه رسیدن که جنگ خطر بزرگی برای کشور و حتی کسانی که به براندازی کامل نظام اعتقاد دارن، این نگرانی رو دارن که اگر جنگی رخ بده که درست هم است، این حکومت از این فضا استفاده خواهد کرد که دوران کوتاه حکومت خودش رو تمدید کنه. یعنی به نظر من الان تفاوت عمده نیست، البته طبیعتاً شخصیت‌ها متفاوتن. خب کسانی که الان در داخل کشور هستن دیدگاهشون، نگرانشون بیشتر، اگرچه آماری که برنامه بخش از انتقادی که در این نشست‌های اپوزیسیون در خارج کشور مطرح میشه این که ارتباط ارگانیک، ارتباط دقیقی با داخل کشور وجود نداره. الان یه تیپ میمدن، افرادی که الان هم روی خط تلفن هستن از داخل ایران با این صراحت دارن خواستشون رو مطرح میکنن، نوک پیکان هم بدون تعارف به سمت رهبر جمهوری اسلامی گرفتن و انتقاد رو دارن مطرح میکنن. آیا چنین صراحتی رو ما این طرف دیدیم؟ آیا چنین درک دقیقی رو از اون چه که الان آقای ملکه به آقای نوریزاده توصیف میکنن میبینیم ما در خارج از کشور؟ به نظر من یه درک دقیق وجود داره، ولی من با پوزش از خودم و همه دوستانی که دست اندر کار این مسائل هستن باید بگم یک تصور و توهم اشتباهی وجود داره که مثل یک بهشتی به نام ایران الان موجوده، همه ما منتظریم بریم حکومتش تحویل بگیریم. کما اینکه منشورهایی که داره نوشته میشه همینطوری بسیارش میبینید حرف مشترک هم حاضر نیستن با همدیگه یک منشور بدن. به همون دلیل در مورد مقابله با جنگ هم ظاهرا قرار نیست کنار همدیگه بشینیم، چون هر کس میخواد شروع کننده باشه. ما اگر از این قضیه بگذریم که بدونیم مثلا آیا ایرانی باقی میمونه که ما سر حکومت آیندهش دعوا بکنیم یا نه، اگر به این نکته عنایت بکنیم شاید همه بیان. به نظر من من اولش هم عرض کردم کسانی که این رو امضا کردن خودشون نه اقلیتن که در همین اقلیت گنجیدن. اگه بپذیریم که همه ماها دیگه اقلیت شدیم، حالا یا خوب یا بد، ثمره 34 سال حکومت جمهوری اسلامی بوده که الان چیزی به نام اکثریت در ایران وجود نداره. نه جناح حزب الله اکثریت، نه جناح شیعه اکثریت، نه سنی، نه مسلمان، نه غیره، نه سیاسیون. ما چپمون الان ده ها فرقه است، حزب الله اون صدها فرقه است، اصلاح طلبمون ده ها فرقه است، جنبش سبزمون ده ها فرقه است. قبول کن اشکال هم نداره، اقلیت هایی هستیم. اگر بپذیریم در یک نکته هممون روی این در تمام این اقلیت ها در یک نکته با هم مشترکن، حفظ ایران و حفظ آسایش مردم، به نظرم اون وقت به راحتی به این کمپین خواهند پیوند. به خصوص امضا کنندگان این کمپین اون 9 نفر کسانی هستن که نشون دارن طمعی به حکومت ندارن، حکومت باشه ما رو دوستانی که بیرون هستن یا جای دیگه هستن. اگر بپذیرن که این دوستان با نیت خیر انجام دارن به این کمپین بپیوندن، و من امیدوارم با همین بحثی که امروز مطرح شد این کمپین معرفی شده باشه، چون فکر می‌کنم یکی از دلایل عدم استقبال غیر از بحث ترس و اینها عدم معرفی بوده. ان شاءالله معرفی میشه. من خودم دیروز بعد از یک ماه که پیام دادن رو فیسبوکم گذاشتم دیدم خیلی سریع هم تعداد زیادی دیدن. یعنی به نظر میشه شاید ما هم کوتاهی کردیم در ابلاغ پیام این کمپین. آقای ملکی فرصت خیلی کوتاهی داریم، یکی دو دقیقه اگه میشه پاسخ بدید به اون افرادی که میگویند شرایط فعلی اون چیزی که خود شما تصویر کردید همچنین با جنگ هم تفاوت چندانی نداره و با این حاکمیتی که الان تصویر شد نمیشود از در صلح درآمد. والا اصلا که این اعتقادی بود که من همیشه داشتم که این حاکمیت در از این 34 سال نشون داد که اصولا جز زبان زور رو عرض کنم که زدن و کشتن و زندان کردن این حرف هایی چیزی هایی. من میخوام در پایان این نکته رو عرض بکنم به همه هموطنانم، به همه خواهرانم، به همه برادرانم در ایران، یه مقدار این برنامه ایجاد ترس حکومت رو بشکنید. باور کنید که اگر شما بیایید وارد صحنه بشید، اینها خیلی ضعیفتر، خیلی سست‌تر، خیلی ترسوتر از این هستن که مقاومت بکنن. یه مقداری عرض کنم که در هر حال چون مسئله حیات و ممات مملکت هستش، استدعا میکنم یه مقداری وارد صحنه بشید، وارد میدان بشید و حق خودتون رو که آزادی و صلح و عدالت هستش از این حکومت بگیرید. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ملکی. آقای نوریزاد فرصت خیلی کوتاهی داریم، 30-40 ثانیه اگه میشه، مردمی که شما باشون در ارتباط هستید در مورد غنی‌سازی چه فکری میکنن؟ معتقدن که غنی‌سازی باید متوقف شه تا این شرایط تغییر بکنه؟
مردم باید به چند دسته تقسیم بشن. اگر عوام رو در نظر بگیریم، اونا شعارخوارن، میگن حق مسلم ماست، اونا با هر شعاری به همون سمت متمایل میشن، ولی عمده فهیمان و نخبگان جامعه از ابتدا مخالف این روند بودن. و این نکته هم که من بخوام بگم این استش که رو به حاکمان که آقا دوره ما سپری شده، یعنی دوره حاکمان اسلامی با این فرمولی که از اسلام منتشر کردیم، آقا این دوره سر آمده. تشکر میکنم از شما. ممنونم از شما آقای نورزاد. آقای وایدگی، من فقط آقای نورزاد اشاره کردن رهبری جام زهر بنوشن، من میگم شربت اگه ایشون بنوشن و کشور رو نجات بدن جام زهر نیست، ایشون بنوشن شربت رو بزنن مشکل حل شه. سپاسگزارم از شما آقای دکتر ملکی، آقای نورزاد، از هر دو شما تشکر میکنم. امیدواریم سالم و سلامت باشید. همچنین از آقای عارف سپاسگزاریم. آقای وایدگی تشکر میکنم از شما. فیسبوک و وبلاگ برنامه رو فراموش نکنید. افق 8 تا 9 شب ایران تا یک شنبه.